سلمان! سلمان! سلمان کجاست؟ جلوی اسلام روتونده رو نیاورده. نمیدونم. آج سر به هوا شده. سلمان! سلمان! اگه مردی؟ نه، سلمان هنوز جون داره. مگه دیشب نگفتم با سولت امروز میخوام برم به شکار؟ چرا؟ پس چرا اسب و زین نکردی؟ زین کردم. زین نکردی؟ گفتم زین کردم. زین کردی ولی اسب که رو، اما من گفته بودم تندر رو زین کن. تندر؟ تندر اسب تاخته، نه شکار. شکار به حیوان صدمه میزنه. اگه شکار دو تا پیر جلوی تندر بزنه، حیوان کمرش خورد میشه. جواب تو داغ. بازان خریدی وسط حرف ما تندر؟ اگه یار با وفای اسبام نبودی، به خاطر این حرفات زبون تند تو از حلقومت میکشیدم بیرون. اگه سلمان زبون نداشته باشه، کی با تندر حرف میزنه؟ خودم. بسیار خوب، حالا امروز میخوام با ما بیای شکار تا بیشتر حرف بزنیم. نه نه، تندر پوست تنش مثل چرم خوش شده، باید بتازه تا خورشید روغنش رو در بیاره. تو بالاخره کی میخوای به ما بگی این معجونی که به تندر میدی چیه؟ هیچ وقت. سلمان، آخر تو منو کفری میکنی. یه گوسفند بگیر و بگو، اینقدر سرسخت نباش. نه تو تا بگی. نه چهار تا میگی؟ نه، من تا حالا مال مفت نخوردم و نمیخورم. سال هاست واسه من کار میکنی اما هنوز نشناختمت. اونی که باید سلمانو بشناسه میشناسه. آقا براتون مهمون اومده. کی ها؟ سولت و همراهان. سولت؟ اسفا رو بگردونی نرقشون خوش بشه. بجنبی. سلام فرخان. سلام سلام. خوش آمدی سولت. دیر که نکردم. نه، وقتی بوی شکار به دماغ سولت بخوره مثل تازی میگه. تندر رو ببین، مثل عقاب پرواز میکنه. اسب نیست، سائقه است. تک تازه. ماشالله. اصحاب یادت باشه امروز برای این حیوان اسفند دود کنی. باشه. سلمان، منظورت از این حرفا اینه که چشم ما شوره؟ مار بزنه زبونی رو که گفت. فرخان، تو چطور بیاده بیای این مهتر رو تحمل میکنی؟ دماغشو میگیره، انگار ما لاکه ایم. سلمان، زود ازش معذرت بخوا. برای چی؟ چرا دماغت گرفتی؟ شما بورو نمیشنفی؟ بوی چی رو؟ بوی چی رو؟ سب کنی؟ چیه؟ حق با سلمانه. بو کن. سولت خان بگو امشب قبل از غشو چند تا آلو زرد به این حیوان بدن. بی خود نیست که هر سال مرتا و حق چرا مفت چنگ تو میشه. منم اگه چابک سواری مثل سلمان داشتم، قد و بالاشو طلا میگرفتم. تا وقتی اسبی چون تندر دارم، کسی قادر به مقابله با من نیست و هر سال حق استفاده از چراگاه از آن منه. اگه میگفتی با داشتن مهتر و چابک سواری مثل سلمان، بیشتر حرفتو باور میکردم. ببینم سولت، تو که خیال رقابت با منو نداری، داری؟ نه، تو به من قول دادی که چشم تمام مرتع و حق چرا نداشته باشی. من داشته باشم یا نداشته باشم، فعلا دو سال تو در مسابقه برنده ای و چراگاه هم مال توه. مثل افعی روی گنج خوابیدی. تا وقتی من زنده هستم چراگاه مال منه. سولت، واقع بین باش، تو حریف من نیستی. آب دیگه بریم، شکار دیر شد. بر بچه ها خبر کردی؟ آره. تا تو بری اونجا منم اومدم. زود بیا.
ببند این اسبارو. سمندر اونا کیان؟ فرخان و سولت میرن شکار. بابام که میگفت اونا با هم دشمنن. چطور با هم میرن شکار؟ به قول سلمان دوستی اینا مثل اسب و سوارکار ناشیه. سوارکار ناشی وقتی کنار اسب وامیسه اسب کارش نداره، اما همین که خواست سوارش بشه اسب پرتش میکنه پایین. واسه همینه که تو اسب سوار نمیشی؟ نه، واسه اینه که مادرم نمیخواد. مادرم دلش میخواد من چوپون بشم. حق دارم. دشت و صحرا، صدای بزغاله ها، من این حیوونا رو خیلی دوست دارم. منم اسبا رو دوست دارم. دوست دارم سوارشون بشم و همه یه دشت و صحرا رو زیر پا بذارم. همه به هم بگن چابک سوار. مثل بابات میخوای بتازی برای فرخان که صاحب چراگاه بشه؟ آره سمندر، تو اینو میخوای؟ اینو دیگه نمیدونم. به قول بابا ما حالا بچه ایم، زوده این چیزا رو بفهمی. اما بالاخره یه روز میفهمی. چرا اون قوچ از گله دور شده؟ از بس شیطونه. برای چی رفته اون بالا؟ عادتشه. سلام. حال چطوره؟ خوبه. آره، خودم سر خودم هم هستم. بیا. بخبخ آرتا، با این اسب میخوای مسابقه بدین؟ آره. خوبه. شنیدم سخت تمرین میکنی. درسته. سلمان، تندر داره رقیب پیدا میکنه. تا سلمان زنده است، تندر پیشتازه. بس کن سلمان، بس کن. ندیده قضاوت نکن. سلمان ندیده حرف نمیزنه. اسب آرتاخ 4 تا اسب قدرت داره. خوبه، ولی حیف. حیف؟ حیف از چی؟ یعنی متوجه نشدی؟ واقعا عجیبه، زبون بسته نفس تنگی داره. تو از کجا میدونی؟ آرتاق، این سلمان همیشه عادت داره رو اسب دیگران عیب بذاره. تنها عیب ما اینه که عیب دیگرانو میکنه. آروم باش. به پرهای دماغش نگاه کن. من که چیزی سردر نمیارم. پرهای دماغش گشاد شده، حیوان خوب نفس نمیکشه. اشتباه میکنی. اسب نژاد عرب بایدم پرهای دماغش باز باشه. تو هنوز نژاد عرب با نژاد دورگه رو تشخیص نمیدی؟ نژاد دورگه؟ فاصله بین دوتا چشاش نشون میده که مادرش کرده. مچای لاغرش نشون میده که پدرش عربه. از حرفای تو این حیوانم خندهش میگیره. پوزتو ببند. اگه یه حیوان زبون داشت میگفت حیف از من که چابک سوار نادونی پاتور کابم میذاره. باور نداری؟ با من بتاز. لب رودخونه منتظرتون هستم. چرا معطلی؟ بریم دنبالش. سلمان بعضی وقتا تو دل آدمو خالی میکنه. نه ترس، بتاز. چرا معطلی؟ حالیش کن. حالیش میکنم. درخت بلوط پیر رو دور بزنیم، بر میگردیم این طرف رو بکنیم. بریم ببینم چی کار میکنیم. منم پر سرتون میام. بریم. Thank you.
بد آوردی. بهتره برگردی. برگردی؟ این ننگه. میخوای فردا این نوکرای چاپلوس و دهنلق همه جا داردار کنن؟ نه، ادامه میدی. با این تیرهای پیدارپی که تو خالی کردی، هر چی شکار بود تاروندی. تو بیا، بقیهش با من. از حرفای فرخان اینطور فهمیدم که سهولت میخواد چراگاه از دست اون در بیاره. نقش اینه. از دهن من نمیتونی حرف در بیاری. به حال تو چه فرقی میکنه؟ چراگاه مال سهولت باشه یا فرخان، من و تو همون نوکری که بودیم هستی. تو شیرعلی رو به دستور فرخان کشتی تا مزرعه رو... دفعه آخرت باشه که اسم شیرعلی رو جلوی من میاری. سینش داره شیپور میزنه. حیفه، حیوان خوب میتازه. بربخه لعنت. این آرتاق چی میگه؟ سلمان بخل نداره. قلبتو صاف کن. امروز چته؟ یه جور دیگه یه حرف میزنی. بیا حیوان، بیا بری، بیا. سلمان حق داره، اسبت ناراحته. بهتر جریانو بهش بگی. چی شده؟ مردم ده یه چیزایی میگن. خب چی میگن؟ مرد باشین و حرف بزن. جریانو بهش بگو. بگو دیگه. یعنی نشنیدی؟ تو رو اسب همه عیب میذاری، در حالی که خودت اسب نداری. اون اسب مال اربابته. ولی بالاخره یه روزی نشنید میدم چابک سوار چیه. نوبت منم میرسه. بیا سولاد. چرا میبینی؟ آره، یه قوچ اهلیه. کار تمومه. منظورت اینه که؟ خب قوچه دیگه. اولا که اومده تو چراگاه من، ثانیا قوچ قوچه. چه وحشی چه اهلی. آبرومون جلوی بقیه حفظ میشه. وقتی پوستشو کندیم کسی چه میدونه اهلیه یا وحشیه؟ تو شیطونو دست میدی. الان مغزشو پریشون میکنم. مواظب باش این دفعه تیرت بزنم. خطا نمیره. من نمیدونستم چی گله مال توه. تو فرق قوچ اهلی و وحشی رو نمیدونی؟ خب حالا قوچ مال چی هست؟ به حال تو چه فرق میکنه؟ خیال میکردم وحشیه. به صاحبش بگو گرگ به گله زده. بیا اینم تاوانش. قوچ مال بی بی مادر شیرعلی بود. بی بی لابد بعدم باید به بی بی بگم گرگی تاوونه قوچو داد. این قیافه رو به خودت نگی. شطور دیدی ندیدی سمندر؟ جالبه، چند سال قبل خود شیرعلی و امروز قوچ شیرعلی. سالت هنوزم از اسم اون وحشت داری، ولی خوب ارزش داره تصاحب بزرگترین چراگاه در مقابل جان یک انسان. بیچاره شیرعلی. دهنتو ببند. بیا
حسن چه خبره؟ اسرافه؟ سرشیر، خورما، کره، ماست؟ مرد چی میگی؟ کوه سرده، صحرا سرده، چوپون توان میخواد. تشنمه. حق با توه. سمندر باید مثل شیر قوی باشه. رقص خنجره یاد گرفتی؟ نگاه کن. یا اینجایی؟ بله بیبی. بفرما بیبی. بفرما. خوش آمدی. خوش آمدی. بیا بشین. دخترم. بشین. بیبی بفرما. سفره پهنه. خدا خیرت بده. سمندر اومده؟ آره. اومده بیبی. خب پس چرا گوش من نیومدی؟ سفره پهنه بیبی. بیا بخور، غذا نمک نداره. نمک شما به ما رسیده. سلام سلام. دخترم امشب هنوز صدای زنگوله گوشمون نشنیده. بیا کارت دارم. انتظارشو دارم. خبر تازه رو شنیدی؟ نه به هم بگو. عبدالرحمن بهت نگفته؟ نه نگفته. سولت بالاخره دست به کار شد. یه چابک سوار از پاتخت آورده. میگن از چابک سوارای سلطان همیشه پیشتازه. ولش کن، مهم نیست. چی رو ولش کن؟ بیا تا بگم. دل واپس شدم. اون گوچ تنها یادگاری پسرم شیرعلیه. یعنی کجا مونده سولماس؟ چرا مثل همیشه با بقیه گله بر نگشته؟ گم شده باشی. صدای زنگوله گوچ همه. پس گوچ کجا؟ بیبی گرگ گرگ به گله زد. کاری از دستم بر نیومد. گوچو پاره کرد. پارسلم یکی از ما برد. حیوان بیچاره چی کشیده؟ بیبی ما رو ببخش. اینم ناقابله. خونبه های قوچه. راستشو بگین، کی قوچ منو کشت؟ کی قوچ منو کشت؟ بیبی به حال تو چه فرقی میکنه؟ چیه؟ چرا مثل مارگزیده ها فریاد میزنین؟ یه چابک سوار آوردن. چابک سوار؟ بله. از کجا؟ از پاتخت. واسه ای کی؟ واسه سولت. سولت؟ بله، با چشم خودم دیدم. نه، این غیر ممکنه. برو به سلمان بگو تندر رو آماده بکنه. زود باش، عجله کن بسر. بیا یار بابرهای من. بودو، خموشان. سلمان. بله. سلمان بیا. اومدم. سوار شو بریم. کجا؟ پیش سولت. گفتم سوار شو بریم دنبال من بیا. من برای چی؟ من جریان اون سوارکار میدونم. اسمش یا سلطانه. وحشت به خود دانه ده. حسابشو میدونم. آخیشو تو را بسن بگو. برش تو استابل مخصوص اسب من. خوب ازش نگهداری کن. زیر پاش خیس نباشه، الا مدام شیهه میکشه.
هرچی آقا میگن اطاعت کن. چند تا نمدم بنداز زیر پاش. چشم. بس نباشی. یه چادر برای چابک سوار ما آماده کن. اطاعت میشه. بیا بریم دوست من. گفتنی زیاد داریم. حرفمو خلاصه میکنم. اگه جز من دست کس دیگه ای به پرچم برسه، دستشو قطع میکنم. ولی من چیز دیگه ای میخوام. مالکیت مرتع. میفهمی؟ از حالا خودتو مالک مرتع حساب کن. اینو من بهت میگم. باید ثابت کنی. ثابت میکنم. ثابت میکنم. هر چی بخوای بهت میدم. میخوام مرتع مال من باشه. گوسفندان پروار بشن. پولدار بشن. گور پدر همه. یای! از بارو بگیره. اطاعت مهمون رسیده. فرخان، دوست و همسایه ما. کجایی سولت؟ غافلگیرم کردی. خوش اومدی همسایه. همسایه؟ میبینم که سوارکارو بردی. چه خبر شده؟ کار خرابه. دیگه وقتش رسیده بود. گرگا افتادن به جون هم. روباه مکار؟ خجالت نمیکشی؟ در ظاهر با من دم از برادری میزنی، اما در باطن با رضالت تیغ در مشت قلبمو نشونه گرفتی. ها! حرف بزن! بگوی مرسیه! سلمان، این مرد کیه؟ خودش میگه فرخان. فرخان، آروم باش. یار سلطان مهمون منه. یکی از تجار پوسته. برای خرید پوست قرگل اومده. تو هم اگه داری میتونی باهاش معامله کنی. عجب. این حرام لقمه آمده بتازه یا پوست بخره. بهش نمیاد تاجر باشه. این هیکل بخار نداره؟ فرخان، خشمتو بکش. بذار من حرفمو تموم کنم. سلمان، به سولت حالی کن. یک روده یه راست تو شکمش نیست. زمنان ثابت کن این مرد چی کار است. شما که تاجر و پول داره سردر نمیارم، ولی این آدم سوارکاره. شایدم چابک سواره. به به، زورم که داری. میخوای بتازی؟ دروغه. داره دروغ میگه. سلمان دروغ تو ذاتش نیست. فرخان، تو حرف یه مهتر بی سر و پا رو به حرف دوست ترجیح میدی. زورت چه به من نگی دروغ کن. حرف تو پس بگیر به الا. سلمان آروم باش. جوابش رو روز تخت بده. اما تو گوش کن سولت، بین من و تو همه چیز تموم شد. از امروز چش در مقابل چش، دندان در مقابل دندان. به تاستا به تازیم. باشه. میخوام نابودش کنی. به تا روزشو به خاک بمان. خاطر جمع باش. بابا، بیا شام بخور. برو پسرم، من بعدم میام. بابا، فردا برنده میشی؟ انشالله. بابا چی؟ آرزوته یا بهت پول میده یا فرخان به زور. بسه دیگه، گفتم برو. وقتی بزرگ شدی میفهمی. من قول دادم فردا برنده بشم. بابا
نمیخوام بین اهالی ده سرشکسته بشم. منو ببخش بابا. برو پسرم. نه عصبانی نشو، میخوام وقتی جا کن کردی اونجا باشم. نه همه میان، چرا من نیام؟ آخه چرا؟ همه تعطیلن، تو که تعطیل نیستی. خب منم تعطیل میکنم. آخه پسر گوسفند کی تعطیلی داشته که تو میخوای تعطیل کنی؟ حیوان به چرا زنده است؟ تو باید گوسفندا رو ببری چرا؟ مردم به تو پول میدن که گوسفنداشون رو ببری کو؟ اون وقت تو میگی که منم بیام تماشا؟ آخه تو چی فکر میکنی؟ زن تو یه چیزی بگو، آخه این پسره کی میخواد مرد بشه؟ کی؟ از تو میپرسم، گوسفند آدمه که تعطیل کنه؟ گوسفند آدمه که بهش بگی امروز چرا نرو؟ پدرت راست میگه، من چه کنم که گوسفند آدم نیستم؟ سمندر سفرتو وردار، برو صحرا. آخه میشا بچه دارن، تا علف نخورن نمیتونن به بچه هاشون شیر بدن. مادر، وقتی منو شیر میدادی علف میخوردی. کافیه! من دهان تو سبانه، تو از دهانت بیرون نکشیدم به خاک بیفت و پای مادرتو ببوس. زود باش، افتان ببوس. مادر، منو ببخش که ناراحتت کردم. آخه دلم میخواد برم تماشا. پسرم از خدا بخواه به خاطر این گناه تو رو ببخش. چشم، برو پسرم، برو. ولی تمام حواسم پیش توی که چطوری تخت میکنی. یعنی میشه یه روزی هم من مسابقه بدم؟ یه روزی هم من اسب داشته باشم؟ میشه بابا؟ میشه؟ آه، البته پسرم، البته. میخوام پرچم پیروزی رو تو دستات ببینم بابا. میبینی. برای دعا میکنم. غم به دل نگیر، بچه رو دعوا کردم. بچه باید عاقل باشه. خب دیگه من رفتم. صبر کن معجون. Thank you.
تندر چیه؟ سلمان و تندر خط پایان مسابقه رو نمیبینن. سلمان میگن تو هفت تاخت پیشتاز بوده، از سوارکارای مخصوص استبل سلطانه. او به تازه، ما هم میتازیم. ما هم میتازیم. دیگه باقیش با خداست. خوشحالم که هنوز زندم، نفس دارم که با شما حرف بزنم، چشم دارم که شاهد تاخت و تاز چابک سواران باشم. خلاصه وقتی میون شما هستم خودم رو جوون حس میکنم. وقتی داشتم میومدم یکی از بچه های دشت برون گفت حکمت بابا شنیدم دندون شیری در آوردی. میدونی چی بهش گفتم؟ گفتم پسر جون کی تا حالا دندون اسب پیر رو شمرده؟ شهر چابک سوار از سراسر این سرزمین اینجا جمع شدن تا یک نبرد عادلانه و صادقانه رو به آخر برسونن و میدونید که نفر اول هر سال برنده امتیاز مرتع و حق علفچر برای یک سال رو خواهد داشت و نفرات دوم و سوم و چهارم هر کدوم به ترتیب چهار تا و سه تا و دو تا گوسفند نصیبشون میشه. مثل برادر در کنار هم بتازین که خداوند دوستدار بندگان صادقه. اما چابک سوارانی که امروز میتازن آرال بیگ با اسب هوشمند برای خوده. گل سرخ برای خودش. شیرافکن با اسب قزل برای خودش. رحمان با اسب کرند برای میرعلی پنج. حالا نوبت میرسه به دست پرورده دیروز خودم سلمان که دو سال پیش تازه با اسب تندر برای فرخار. یار سلطان برای اولین بار به نفع سوله، امیدوار برای به دست آوردن چراگاه. یار سلطان تا به حال در هفت تاخت هفت مسابقه شرکت داشته و هفت بار طلا به دست آورده. از خداوند میخوام همه چابک سوارا در این تاخت پیروز و سربلند بشن.
حتی شما برنده شدن تو مسابقه که دو سال یه مهتر اول میشه برای من افتخار نیست. آروم باش، اینجا میدون مسابقه است نه میدون جنگ. دستتو بنداز زود باش. آروم باشی چابک سوارا، احترام بذاری. آخ برای خودش مقرراتی داره. شما مهمون ما هستی، احترام مهمون بر ما واجبه. بهتره به جای این حرفا همه یه هنرات و وقت تاخت و تاز نشون بدی. اینم بگم کوچکترین خطا و خلافی از هر یک از شما دیده بشه مسابقه یک دوره عقب میفته. حالا چابک سوارا همگی به جای خود آماده؟ Thank you.
تقصیر خودشه. تنگ اسبشو بریده بودن. یعنی نباید قبل از تاخت یه نگاهی بهش میکرد؟ حالا زودتر ببرینش. صبر داشته باشی. میبریمش. برید کنار بابا، تمام کنار ببینم. ناش خورد شده. برید کنار ببینم. ناش خورد شده بابا. خیلی خوب، برید کنار. یواش یواش، احتیاط کن. آروم باشید بابا. آب چی شد؟ میبریمش پاتخت. تکلیف تاخت چی میشه؟ بهتره بگین تکلیف سلمان چی میشه؟ ای بابا، اون آدم ها ارزش داره فرخان. یار سلطان رو هر چه زودتر از اینجا دور کنن، مردم گیرش بیارن زنده نمیذارنش. دورش کنن؟ سوارکار منو مجروح کرده، تاختو به هم زده. دورش کنن؟ تکلیف تاخت چی میشه؟ تاخت بهاره تا اول تابستون عقب میفته. تاخت بهاره. آروم باشید. امید به خدا داشته باشید. سمنده رو از اینجا ببرید. شما هم برید. شما هم برید. با نسیم. برید. برید از اینجا. با نسیم. برید. برید. میگفت مردم از اون نمیزنن. لعنت به این شانس. سولت خواه خیلی بد شد. سولت خواه تشریف بیاری. تو مردم تصمیم گرفتن یار سلطان از بین ببرن. شبونه از اینجا ببرینش تا کسی متوجه نشه. طوری وانمود کنید که ما خودمون اونو از بین بردیم. زود باشین از اینجا ببرینش. باشه خیلی کنین. هر کس از شما خبر شفای سلمان رو برای من زودتر بیاره پاداش تنونی بیش من داره. فکر نمی کنم پاداش نصیب کسی بشه. قربان چاکر همین امروز یه سوارکار خوب براتون پیدا میکنم. شما مطمئن باشی؟ آره. مرتا مثل همیشه تو چنگ شماست. فکر سوارکار نباشی. سفره نون تو ور نداشتی؟ هیچی یادم رفت. تو که هیچ وقت چیزی رو یادت نمی رفت.
راستشو بخوای مادر، یادم رفت. فکر کردم مثل روزای گذشته است که پدر پیشم بود. فکر کردم این روزا رو خواب میبینم. گفتم مثل همیشه بابام میاد میتازه برام نهار میاره، بغچه نهار رو برام میندازه و منم فریاد میزنم بتاز چابک سوار. بازم همون جور میشه. فکر کن بابات رفته تاخت و تا شب برمیگرده، فکر کن سالمه. ولی خودت میدونی مادر، خیلی دیر شده، خیلی. الان 4 ماهه. دلم تنگ شده، دیگه هیچی خوشحالم نمی کنه. حتی صدای گوسفندا دلم میخواد یه دفعه دیگه صدای بابامو بشنوم، ببینم که بابام سواره و میتازه، پیشتاز و موفق. پسرم امیدوار باش، به یاری خدا پدرت بر میگرده. ما دوباره خوشبختی رو احساس میکنیم. اگه امید داشته باشی هیچ وقت برای خوشبختی دیر نیست. مادر، یعنی بابام زنده است؟ پسرم خواهش میکنم گلی نکن مادر، من که پیشتم، خودم ازت مواظبت میکنم. مادر نگران نباش، گریه نکن مادر. باید گریه کنم، بس دیگه، کافیه. اکبت بابا، دلم میخواد بابامو ببینم. اکبت بابا، حالش خوبه؟ شادمون کن، خوش خبر باش. چرا سلمان به فکر و ایمانشه، نه دست و پاش. امیدوار باشین، امید دوای هر درد بی درمانه. امید داشته باش پسرم. بابا چون بابا برگشته. آره برگشته، اما با یک پای بریده و یک چوب زیر بغلش. زمانی اون گوهر گرانبهایی بود، نظیرش تو خزانه هیچ سلطانی نبود. اما حالا چی؟ اندازه یک خرمهره ارزش نداره.
دیگه چیزی به مسابقه نمونده، اونم با این همه آدم که چشم به مرتع دوختن. دیگه کار تمومه. شما نگران نباشین، برای به دست آوردن مجدد مرتع و قلفچرا راه های زیادی هست. با از دست دادن سلمان دیگه راهی برای من نمونده. ما همیشه آرزو داشتیم و داریم که شما برنده باشین، به همین جهت به فکر چاره کار بودیم و هستیم. چاره؟ کدام چاره؟ آرتاق. آرتاق؟ بله، اونو دست کم گرفتین و با بودن سلمان ازش غافل بودین. اون که برای خودش میتازه. چون ازش نخواستین برای شما بتازه. بعد از سلمان هیچ کس بهتر از آرتاق لیاقت تاق با تنده رو نداره. این حرف خودم از سلمان شنیدم. ولی شاید قبول نکنه برای ما بتازه. خود شما بارها فرمودین حرص ثروت و مقام انسانو به خیلی کارا وامیده. درسته، همینطوره. پس در این صورت مشکلی نخواهیم داشت. برای به دست آوردن مرتع باید با تمام قوا بکوشید. هر کاری رو که لازم میدونید انجام بدید. خوبه؟ آره. ناراحت که نیستی؟ سلام علیکم. علیکم السلام. حالتون چطوره؟ خوبه انشالله. برامون مهمون میاد. کی؟ حکمت بابا و دوستان. اونو بده من. چوبه زیر بغل. ممنونم. بفرمایین، این هم سلمان. سلام به همه. سلام، خوشحالم برگشتی پیش ما. مگه قرار بود بر نگردم؟ سلام به استاد خودم. سلام علیکم. سلام آرال بیگ. خوب حالتون چطوره استاد؟ خوبی؟ خوبم پسرم. الحمدلله حالم خیلی. خدا رو شکر. سلام حکمت بابا. سلام دختر. سلام. زنده باشی. زنده باشی. بدینش کرد. راضی به زحمت شما نبودیم. خجالت مونده دیم. چیه؟ حکمت بابا. پس آرتاخ کو؟ نکنه خدا اینو کرده مریض شده باشه. تاخت نزدیکه. آرتاخ خیال داره بتازه. خب همه میتازن. چابک سوار مثل ماهی به آب زنده است. اگه نتازیم میمیریم حکمت بابا. فرخان تو رو نمیخواد. آرتاق برای فرخان میتازه. بله آرتاق. با عزم تو تنده. آرتاق سوار تندر میشه. تو دیگه کاری نیستی. شاید اشتباه میکنم، ولی تا به حال نه آرتاق و نه تو جرأت نکرده بودیم با سلمان اینطور حرف بزنی. حق با توه، ولی تو سلمان نیستی. سلمان نیستم؟ نه نیستیم. سلمان مرد. مرمولا کی به تو جرأت داده که با من اینطور حرف بزنی؟ عزمت چه خفت میکنم که دیگه نتونی جلوی سلمان سر بلند کنی. انصاف! خفت میکنی؟ اونجا چه خبره؟ چه خبرته؟ خبرهای باور نکردنی فرخان. اومدم تونده رو ببینم این بزمچه میگه اینجا چی کار داری؟ مؤدب باش. دیگه اجازه نداری بری سراغ تندر. کم شو.
این غم رو پیشونی باز کن من. تا دنیا دنیا بوده، ظالم ظلم کرده و مظلوم ظلم دیده، اما مظلوم آخر دادشو گرفته. تا وقتی براش میتاختی گوهر گرانبهایی بودی، اما حالا که علیل و ذلیل شدی ارزش خرمهره هم نداری. حکمت بابا، من از اسب افتادم، از اصل که نیفتادم. چابک سوار چابک سواره. من پامو از دست دادم، عقلمو که از دست ندادم، یه عمر تجربه رو که از دست ندادم. حکمت بابا، عقل که میتازه، اراده است که میتازه. نمیخوام سرزنشت کنم، ولی تو فقط هدفت رسوندن تندر به آخر خط بود، بدون هیچ فکری. به خاطر چی؟ برای کی؟ فقط چشمات پایان خط مسابقه رو میدید و یه شهرت کاذب، و حالا نتیجهشو میبینی. حکمت بابا، شاید حق با تو باشه، اما منم حق داشتم. تندر رو دوست داشتم، مثل سمندر پسرم. تو حاضری بچه شکست بخوره؟ سلمان، دلت نیومد شکست یه حیوان رو ببینی و به اینجا رسیدی؟ خیال میکنی اونا حتی ککشونم میگزه؟ تو آلت دست فرخان بودی. حکمت بابا، زجرم نده. خواب بودم، به خدا قسم خواب بودم، بیدار شدم. حکمت بابا، توبه میکنم، به خداوند قسم توبه میکنم. توبه وقتی قبوله که آدم اشتباهشو جبران کنه. جبران میکنم، جبران میکنم، میتازم، اما برای مردم. سلمان با کدوم پا میتازه؟ با کدوم پا؟ چه کاری ازت ساخته است؟ وسیله میخوام. وسیله؟ فقط یه اسب، یه اسب که اختیارش دست خودم باشه تا برای مردم بتازم. تو با ساختن تندر شانسی برای اسبای منطقه نذاشتی. حکمت بابا، بازم میسازم. تو فقط یه اسب من بده، خواهش میکنم. بذار آتش گناه رو در درونم خاموش کنم، بذار در مقابل این مردم سربلند بمیرم. پیدا کردم. اما اگر بی بی قبول کنه؟ بی بی؟ نه نه سلمان، اسب شیرانی بعد از مرگ اون سرگردانه. اون اسب بی‌تابانه انتظار میکشه تا سوارش برگرده. اسب سفید دیگه به هیچ کس سواری نمیده. بذار اون اسب به حال خودش باشه و دنبال سوار بیچارش بگرده. بی بی، اون اسب سوار میخواد. حقیقت رو قبول کن، بذار اسب شیرعلی قصدش، خیالش و آرزوش زنده بمونه. من به راهش میرم بی بی. خیال داری تو رم سر به نیست کنن؟ سلمان، علیل و ذلیلت که کردن، حالا میخوای سلماز رو بیوه کنی؟ سلمان، سمندر یتیم میشه. بی بی، وجودم چی؟ من از جونم ترسی ندارم. رضا بده اسب سفید رو رام کنم و بتازم. مگه نه حکمت بابا؟ بی بی، این فرصت رو به سلمان بده تا شاید بتونه نظر مردم رو برگردونه. مردم از اون دل خوشی ندارن، چون برای فرخان میتاخت، اما حالا سلمان میخواد برای اونا بتازه. اگه شیرعلی زنده بود، سلمان ناامید از خونش نمیرفت. بی بی، اون اسب چند سال سواری به گردش ندیده. اگه روح شیرعلی از مادرش راضی میشه، اگه یاد شیرعلی زنده میمونه، پس بتاز، بتاز تا چراگاه مال همه باشه. سمندر پسرم، به چی فکر میکنی؟ به این که تو دیگه نمیتونی بتازی بابا. این حرف رو نزن،
انسان باید همیشه امیدوار باشه، تلاش کنه تا به آرزوش برسه. بابا چابک سواری آرزوت بود؟ آره پسرم. بابا اگه یه چیزی بگم دعوام نمی کنی؟ نه پسرم. من آرزو دارم یه چابک سوار بشم مثل شما. برای بعضی ها دیگه باید سیاه پوشید چون آرزوهاشون در حال به باد رفتنه. سوالت میدونی چیه؟ مرتع پریشون رو دیوونه کرده. دیوونه زالو وقتی کسیر میشه میترکه. میدونی با چی طرفی ابله؟ زیاد حرف میزنی، دیگه تموم شد. دو ساله که مثل آفی لاشه گندیده تو روی مرتع پنگ کردی، دیگه بسه. بکش کنار. چه غلط ها؟ من بکشم کنار؟ بکشم کنار که تو کیساتو بار کنی؟ تو دیگه شانس برنده شدن نداری، بی خود به خودت زحمت نده. تا تندر میتازه مرتع تو چنگ های من اسیره. این حرفا زمانی بود که تو سوارکاری مثل سلمان داشتی. چطور چالا میکنی؟ آفیه شما بشتنی لیاقتش نداره. بشی سه دیگه خجالت بکشی؟ بخل و کینه رو بذارید کنار. غرور و طمع شما باعث شد که سلمان ذلیل و زمینگیر بشه. من خیال میکردم تو داور و قاضی میدان تاختی، نمیدونستم که وکیل و حامی امثال سلمان شدی. حکمت بابا، حکمت بابا، سلمان میتازه. حکمت بابا، سلمان میتازه، ولی نه برای فرخان و امثال فرخان ها. سلمان میتازه برای حق و حقیقت. سلمان میتازه تا مرتع از چنگ فرخان ها رها بشه. سلمان میتازه تا چراگاه مال همه باشه. بنویس، بنویس حکمت بابا، سلمان دیگه میتازه برای خدا و مردم.
کدوم پا سلمان؟ با کدوم اسب؟ همیشه با نیروی تجربهش میتاخت و عاقبت هیچ، ولی سمندر باید یاد بگیره که با نیروی ایمانش بتازه. وقتی با نیروی ایمان تاختی خدا یارته، حالا بتاز. باید تمام مسیر اصلی رو بتازی تا حیوان عادت بکنه. چوبمو بده. چوب نمیخواد، یادت داره فقط مسیر اصلی رو بتازی. به اسب زیاد فشار نیار. تو مسیر که افتادی گوشتو بخوابون بغل اسب تا باد سرعتتو کم نکنه. این یکی از رموز سواریه. وقتی به میله پرچم رسیدی طوری قرار بگیر که میله درست مقابل چشمات باشه، نه چپ نه راست. وقتی رسیدی با دست چپ دهنه رو بگیر و با دست راست پرچم رو بردار. سرم یادت نره چی گفتم؟ نه بابا، همه یه حرفات یادم میمونه. هی برو بتاز، بتاز پسرم، با تمام قدرت بتاز، بتاز چابک سوار. خبرهای جالبی برات دارم فرقان. شیطنت رو شروع کردی؟ نکنه باز نقشهی کشیدی سولت؟ سایه چوب نشون میده باید نزدیک شکارگاه باشه. خودشه، اسب شیرعلیه. چی؟ اسب شیرعلی؟ بده ببینم. انگار داره پرواز میکنه. بالاخره مادر شیرعلی زهرشو به کام من ریخت. مرتع داره از چنگ من در میاد. نگو از چنگ من، بگو از چنگ ما. حق با ایشونه فرخان. فکر میکنم حالا وقتش دشمنی رو کنار بذاریم و متحد بشیم. نه، سرعتت کمه. باید کاری کنی که سرعتت به پای تندر برسه. اگه اینجوری به تازی از آخر اولی. حالا بیا پایین ببینم. باید طوری به تازی که همه خیال کنن یه گله گرگ دنبالت کرده. فرخان، دوباره شروع میکنیم، اما این بار با هم. مرتران نصف به نصف شریکیم. پس تکلیف اسب سفید و سمندر چی میشه؟ بیا بابا، من نمیدونم اون چیه، ولی هرچی هست اسب خیلی دوستش داره. میگم نکنه حیوان مریض بشه بابا. پسرم، تو هم وقتی بچه بودی از این چیزا میخوردی. من؟ آره، وقتی مادرت تو رو از شیر گرفت ضعیف شدی، بعد از این مجنون به داد که حالا خوب و قبراق و سرحالی. خب چی هست؟ خیلی چیزا پسرم،
یادم اون ناجو و مردا چند تا گوسفند به هم میدادن تا بهشون بگم این معجون چیه، ولی نگفتم، هیچ وقت نگفتم. اما به تو که پسرمی میگم، رازشو برای خودت نگهدار. باشه بابا، بگو ببینیم. این معجون خیلی چیزا داره، فندق، بادام کوهی، مغز گردو، دارچین، آرد سرخ کرده، روغن و شیره خرما. بابا همه اینا که گفتی تو این دونه است؟ آره، مادرت از مادرش یاد گرفته بود، همیشه هم سفارش میکنه به کسی نگی ها. نه فقط به پسرم میگم. سگا دهو میزن رو سرشون. پس چرا حیوان شیره میکشه؟ حتما از صدای رعد و برق ترسیده. از کی صبح میشه؟ چیزی نمونده خروسا بخون. بگیر بخواب پسرم، چرا لباساتو در نیاوردی؟ از خوشحالیشه. مادر خیال تاخت نمیذاره بخواب. میرم یه سری به اسبم بزنم. چی بارونید. فردا اولین و آخرین تاخته. چی میگی زن؟ چرا؟ نمیخوام سمندرم مثل تو تمام فکر و ذکرش اسب باشه. زن فراموش نکن، زحمت کشیدم، آرزوشه. سمندر میخواد چابک سوار بشه مثل سلمان. نه، سمندر چوپانه نه چابک سوار. Come on.
تشنه است. به بچه ها گفتم تا آبشارم برن، ممکنه رفته باشه اون طرف. آبشار؟ آره، سمندر شاید فکر کرده حیوان رفته اونجا. آخه اولین روزی که گرفتیمش کنار آبشار بود. بالاخره پسرمو از بین بردی. چی میگی زن؟ همه چیز برای تو با اسب تموم میشه. با دست خودت زندگی تو به خاطر اسب و سوارکاری دادی. اینقدر رفتی تا زمین گیرت کردن. حالا هم سمندر، چرا؟ چرا سمندر رو به این کار واداشتی؟ بس کن زن، اینقدر شماتتم نکن. سمندر بر میگرده، چرا نمیخوای بفهمی؟ اونا میدونستن فردا چی میشه، برای همینم اسبو دزدیدن. اسب خودش نرفته، اسبو دزدیدن. به خاطر همین ممکنه بلایی سر پسرمون بیاره. آخه چرا سمندر؟ اونم آرزوش بود، تو چشماش میخوندم. زن آروم باش، همیشه بعد از طوفان آرامش وجود داره. سلماز، شب تاریک دوام نداره، در پس هر تاریکی روشناییه، امیده. پس امیدوار باش، اون بر میگرده. پسرم سمندر، به خدا بسپارش، پیداش میشه. بچه ها دنبالشن، خودم میرم دنبالش، برش میگردونم پیش. خدایا کمکم کن، خودت میدونی بابام توان سواری نداره، تنها امیدش منم. اگه از پیدا نشه، اگه من موفق نشم، چراگاه از دست میره، بابامم از دست میره. اون خیلی زحمت کشید تا من سواری یاد بگیرم. خدایا دلشو نشکن، خدایا خودت اسب منو به من برگردون. حقا که باید به تو گفت فرخان، نقشه جالبی بود. علاوه بر این که اسبو دزدیدن، از پسر سمندرم خبری. سمندر؟ آره، از دیشب تا به حال همه مردم، سوارکارا، همه دنبالش گشتن، ولی از پسر خبری نیست. سولت، فرخان همیشه موفق بوده، اینو قبول کن. پای من گوش کنین، همونطور که میدونین امروز قرار بود پسرم سمندر با اسب شیرعلی تو این مسابقه بتازه، اما نه برای فرخان یا سولت، برای شما، برای آزادی مرتا، میفهمین؟ اما ناچه و مردا دیشب اسب ما رو دزدیدن. دیشب تا به حال نه از پسرم خبر دارم نه از اسب. اسحاق مثل همیشه تو کارش موفق شده، مثل این که پسرانم سر به نیست کرده. حکمت بابا، چرا معطلی؟ تاخت و شروع کن.
راضیم به رضای تو، تقدیر چنین حکمت رو تاخت و شروع کن. خدا بخواد همون میشه. ساعتتو بده بیاد. خانه باید از طبعه ولمراد رد شده باشم. Thank you.
هرچه هم رسیده باشن. سلام کجا؟ یه جوری حرف میزنی انگار اونا رو میبینی. حکمت بابا کم لطفی میکنی، روزگاری تمام این مسیر تو چنگ ما بود، بی ربط نمیگم. الان باید نزدیک رودخونه باشم. الان دیگه باید تو دشت زیر تپه باشم. چیزی معلوم نیست. به چی زل زدی مرد؟ دست نگه دار. بسته تو بچه هاش.